سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای گل و گرامی. بچه ها رسیدیم به تحلیل آزمون پارت یک. خواستم براتون همه ی آزمون رو یهویی بذارم، ولی خب به خاطر اینکه حجم ویدیو میرفت بالا، اصلا آپلود نمیشد با این وضعیت اینترنت، همین که واقعیتش وقتش رو نداشتم، همین که پارت پارت بریم بهتره. توی 6 پارت همشون رو براتون میگم، چون زبان تخصصی کلا 6 قسمت داره که هر ویدیو یک قسمتش رو کامل براتون توضیح میدم. و این بار اومدم از اصطلاحات براتون شروع کنم که این سنجش اومده بدون هیچ اطلاعی از 10 تا اصطلاح کرددش 5 تا اصطلاح توی کنکور دیما، که این نشان دهنده چی بگم، یعنی اصلا حرفی نمیمونه. به جایی که اطلاعیه بزنه طرف با خودش بدون چند چنده همینطوری نه یا سوال اضافه کن و کم کن، خلاصه اصلا عجیب غریبه دیگه، اصلا هیچ حرفی برای گفتن نیست. خب بریم سراغ بچه تستامون. بابت کیفیت پایین پی دی اف عذر میخوام، چون از سایت خود سنجش گرفتمش و خب کیفیتش همین بود، یعنی کیفیت بد رو همیشه سنجش قرار میده برای زبان، نمیدونم چرا. میگه Do you want to share a taxi to the airport؟ یعنی میخوای که در واقع تاکسی شیر بکنیم به سمت فرودگاه، با هم تاکسی بگیریم برای فرودگاه به سمت فرودگاه. We can save on expenses that way and as you know the company is trying to. خب این قسمت بالا ببینید، هم این قسمت هم این قسمت. خب بذارید براتون مشخص کنم. خب قلمو که فعال میکنم ویدیو پوز میشه، مجبورم دوباره فعالش کنم. خب این قسمت و این قسمت، اینجا و اینجا داره میگه بیایم تاکسی رو شیر کنیم. خب اوکی، و اینجا میگه ما میتونیم پولمون رو صرفه جویی کنیم از این راه، اوکی، یا صرفه جویی کنیم توی پولمون یا پولامون رو سیو بکنیم از این طریق. یعنی منظورش اینه که در واقع کمتر خرج بکنیم، تاکسی رو شیر بکنیم که در واقع کمتر پول بدیم. خب پس از اینجا چی میفهمید؟ As you know the company is trying to، و همونطور که میدونی شرکت در تلاشه، که این دو نفر از طرف شرکت میخوان حالا برن یه ماموریت، که حتی تو مسیر ماموریت هم میگه بیا تاکسی شیر کنیم که پولامون رو ذخیره بکنیم، چون همونطور که میدونی شرکت داره تلاش میکنه که چیکار کنه. خب میایم گزینه ها میبینیم، گزینه یک در واقع برای ما درست هستش، cut costs. در واقع اصطلاحمون cut cost هستش، به معنای کم کردن هزینه ها، کاهش دادن هزینه ها. شرکت داره تلاش میکنه که هزینه ها رو کاهش بده. تموم شد. گزینه سه decrease amounts، و چون این اصطلاح نیست، این به معنی، این در واقع یک عبارت به معنای کم کردن مقدار چیزی، اوکی، مقدار چیزی رو کم کردن. یا بچه‌ام این که decrease amounts رو میاری، مقدار یا اندازه چیزی رو کم میکنی، اوکی، مثلا کم کردن سایز کفش، اوکی، کم کردن سایز یه لباس، کم کردن مقدار سیب توی نایلون، اوکی. decrease amounts اصلا معنیش بکنی از خودش پیداست. و بالایی هم همینطور بچه، اصلا خیلی واضحه، کاست به معنی هزینه، کات کردن هزینه ها یعنی کم کردن هزینه ها. تموم شد. ببخشید. خب عبارت بعدی و گزینه بعدی put money on us. put money on us به معنای روی کسی حساب کردن و شرط بندی کردن روی کسی یا چیزی معنی میده، که اصلا ربطی به این نداره. pay through the nose. pay through the nose یکی از اصطلاحات مهمی، یعنی این در واقع همون اصطلاح بسیار بسیار مهمی هستش که ما اینجا داریم. خب بذارید قلم رو من بردارم. و بچه ها pay through the nose هم به معنای هزینه گزافی رو پرداخت کردن، اوکی، هزینه زیادی رو متحمل شدن، یه هزینه زیاد و گزافی رو پرداخت بکنی که اصلا ربطی به این نداره. در واقع گزینه یک و گزینه چهار در تضاد هم هستند، کاهش دادن هزینه و هزینه زیادی پرداخت کردن، حواستون باشه. خب بریم سراغ مورد بعدی. Actually I'm not flying. اوکی،
میگه من نمیخوام پرواز کنم یا پرواز نمی کنم. I'm going to the conference by bus. یعنی من میخوام به کانفرنس برم با اتوبوس. کانفرنس اونجایی که کنفرانس میدن، ارائه میدن. I have to leave tomorrow. یعنی من مجبورم که در واقع فردا اینجا رو ترک کنم. Because it's going to، به خاطر این که قراره چی بشه؟ قراره 2 days to get there. 2 روز طول بکشه تا در واقع برسیم اونجا، یا 2 روز طول بکشه که برسه اونجا. 2 روز طول بکشه. برای طول کشیدن روزها، برای طول کشیدن هفته ها، وقتی قبل از این روز هفته یه جا خالی داریم، اون عبارتی که میاد کدومه؟ give نه، spend نه، last نه، جواب take. take 2 days. اوکی؟ گفتم به جای 2 days تو بزن 3 weeks. take 3 weeks، 3 هفته طول میکشه. اوکی؟ take همیشه با روزهای هفته و خود هفته و ماه میاد و سال میاد. اوکی؟ حواستون به این باشه. میریم سراغ تست بعدی. خب بچه ها این تست 43 رو بذارید، خب چون طراح تمام توانش رو توی این تست به کار گرفته و بسیار بسیار برگریزون بود. اینو میذارم آخر براتون میگم. بریم سراغ تست 44. Hey Donald، سلام دونالد. You aren't really with it today. یعنی تو امروز واقعا اوکی نیستی، خوب نیستی. What's wrong؟ چی شده؟ مشکل چیه؟ چه مشکلی پیش اومده؟ میگه oh، those loud neighbors. میگه او، یا همون اوه خودمونه. میگه از دست این همسایه‌های، از دست این همسایه‌هایی که صداشون خیلی بلنده. They are giving me sleepless nights. یعنی اینا نمیذاره. بچه اینا همه اصطلاحن ها، اینا همه اصطلاحن. You aren't really with it today. They are giving me sleepless nights. یعنی داره میگه اونا انقدر صداشون بلنده که اصلا نمیذاره من بخوابم شبا. They aren't renovating their kitchen and making a great. داره میگه، خب بچه ها توجه بکنید تا این رو بهتون بگم، قلم رو فعال نمی کنم چون ویدیو پوز میشه. اینجا داره میگه همسایه های خیلی پر سر و صدایی دارن، خب که نمیذارن بخوابم. هی وسایل آشپزخونه رو حالا میکوبن به هم و چی کار میکنن؟ سر و صدای زیادی ایجاد میکنن. اینجا اصطلاح درجه یکی داریم. make، ببین make a racket، جواب 2 هستش. در واقع اومده اینجا ing اضافه کرده، یه دونم great آورده و جواب باز میشه 2. making a great racket یعنی سر و صدای زیاد ایجاد کردن، سر و صدای آزار دهنده ایجاد کردن. خب بچه ها اصطلاح اصلی make a racket هستش. اوکی، make a racket، تمام شد، خیلی ساده بود. Why don't you talk to them Why don't you talk to them and ask them to، میگه چرا نمیری باشون حرف بزنی و ازشون بخوای که چی کار کنن؟ Turn it off، keep it down، eat humble pie، bury the hatchet. به نظرتون بچه ها کدومه؟ خب بچه های گل، بریم سراغ معنی کردنشون. بچه ها turn it off یکی از اون اصطلاحات تقریبا ساده ولی یه مقدار گول زننده. میگه چرا ازشون، چرا باشون حرف نمیزنی و ازشون نمیخوای که turn it off، که چی کارش کنن؟ ببین turn off یه دونه معنی داره، به معنی دل زده کردن و دل سرد کردن کسی، که اینجا معنی نمیده. یه معنی داره به معنی خاموش کردن چیزی، خب که اینجا خب معنی نمیده. چیزی رو خاموش کردن، مثلا لامپو خاموش کنی، چه میدونم لپتاپ تو خاموش کنی، مودم تو خاموش کنی، این معنی نمیده اینجا. اوکی، این خیلی برای ما در واقع مهم هستش. و یه معنی دیگه هم که داره توی اصطلاحات، گاهن توی کنکور هم استفاده میشه، میشه از جاده اصلی به جاده فرعی پیچیدن. اوکی، به همین سادگی. پس جواب گزینه 1 نیستش. اوکی، گزینه 2 eat humble pie. eat humble pie، eat humble pie. بچه ها ببینید یه اصطلاح عامیانه هستش، به شدت عامیانه است. یعنی معذرت خواهی کردن، به غلط کردن، افتادن،
با تم خود تحقیری معنی میده. یعنی مثلا میای از طرف معذرت خواهی میکنی، به دست و پاش میفتی، معذرت خواهی با تم تحقیر شدن رو میگن eat humble pie. مشخصه دیگه بچه، نگاه کن، خوردن. در واقع نمیخوام اون عبارت اصلیشو بگم چون یه حرف زیاد خوبی نیست و ممکنه یوتیوب گیر بده. همون معنی به غلط کردن افتادن و معذرت خواهی کردن، به دست و پای کسی افتادن معنی میده، که خب اینجا اصلا معنی نمیده توی جوابمون. میمونه 3 و 4. 4 یکی از اون اصطلاحات مهمه، bury the hatchet. bury the hatchet یعنی کدورت ها رو کنار گذاشتن، یعنی صلح و آشتی برقرار کردن. خب این از دستشون عصبانیه، بعد دوستش بهش میگه چرا نمیری باشون حرف بزنی و ازشون بخوای که کدورت ها رو کنار بذاریم؟ مگه میشه؟ بچه ها چرا این جواب نیست؟ به خاطر این که این شخصی که مورد اذیت و آزار قرار گرفته، خب این شخصی بوده که در واقع مورد آزار قرار گرفته. اگر اون همسایه ها می اومدن و از این معذرت خواهی می کردن، جواب می شد این، یعنی همسایه ها خودشون عامل سر و صدا بودن، عامل اذیت کردن بودن، حالا میرن پیش همسایه شون میگن ببخشید که ما سر و صدای زیادی ایجاد کردیم، بیا کدورت ها رو کنار بذاریم. خب اما الان این شخصی که آزار دیده مورد بحث سواله، پس ما جوابمون keep it down هستش. keep it down یعنی سر و صدا رو پایین آوردن، تموم شد. چرا نمیری باشون صحبت بکنی و ازشون بخوای که سر و صدا رو پایین بیارن؟ خیلی ساده، اوکی؟ سر و صدا نکنن، سر و صداشون رو پایین بیارن، تموم شد. بچه اینم از این قسمت، فقط مون قسمت 43 که بریم سراغش. خب بچه توجه کنید، ببینم کجاست 43. آها، That's right, I forgot that you're afraid of flying. یعنی درسته، ردیفه، من فراموش کرده بودم که تو از پرواز کردن میترسی. خب اینجا میگه Are you day tomorrow؟ خب day tomorrow یعنی فردا. خب داره میگه چی؟ Are you take a vacation day tomorrow؟ Are you having holiday tomorrow؟ Are you working off a day tomorrow؟ Are you getting off day tomorrow؟ خب بچه به نظرتون کدومه؟ این سخت ترین سوال این 5 تا سوال بود که به نظرم منطقی بود. گفتم اگه کسی خونده باشه به راحتی همش رو جواب میده، بجز این 43، یعنی یه مقدار باید روش فکر کنه. و مثلا ممکنه بگی 45 هم سخت بود، ولی بچه شما این دوتا رو هم بلد نباشی میتونی به راحتی بگی keep it down یعنی چیزی رو پایین آوردن. خب اینجا راجع به صداست دیگه، مثلا صدا رو پایین آوردن، چیزی رو کم کردن، به راحتی معنی میداد و به راحتی میتونستید به 4 تا از 5 تا پاسخ بدید. خب اینجا طراح اومده به بهترین نحو ممکن همه تلاشش رو کرده که شما به سوال جواب ندی. چرا؟ نگاه کن، خیلی اومدن زدن گزینه 3. من نمیدونم چرا بچه‌ها توجه نمی‌کنن. بچه‌ها یه دوست داشتنی، هالیدی اون هالیدی نیست که شما توی مدرسه خوندید که به معنای به تعطیلات رفتن، یا همون به معنی وکیشنه. به تعطیلات رفتن، یه لحظه بذارید قلمو فعال کنم. خب به تعطیلات رفتن میشه این، اگه این موس خیلی سخت میشه بنویسی، هالیدی. اوکی بچه حواستون هست دیگه، این در واقع هالیدی اینه که به معنای به تعطیلات رفتن استفاده میشه. اوکی هالیدی، نه این، اصلا همچین چیزی نداریم ما. این هالیدی به معنای چیه؟ به معنای یک روز مذهبی، تعطیلی مذهبی معنی میده. اوکی؟ روز تعطیلی که در واقع مرتبط با چیزهای مذهبیه، ایام متبرکه است، روز مقدسه. اوکی؟ having holiday به این معنی دقیقا. خب بچه ها حواستون هست؟ پس ما گزینه 3مون گزینه درست نیست. این هالیدی رو با اون یکی هالیدی اشتباه نگیرید. جواب گزینه 1.
گفتم چرا گزینه ایه؟ داره میگه Are you taking a vacation day tomorrow؟ Take a vacation بچه یک اصطلاح خیلی راحته، یعنی به تعطیلات رفتن، به مرخصی رفتن. میخوای فردا رو مرخصی بگیری، میخوای فردا رو تعطیلات بری، که البته معنی مرخصی گرفتن بیشتر اینجا معنی میده. اوکی خیلی ساده. آقا get off و work off چی؟ بچه get off یک اصطلاح بسیار بسیار رایج هستش، به معنی پیاده شدن و خارج شدن. مثلا از ماشین پیاده میشی، از ماشین خارج میشی. اوکی که معنی اصلیش رو میتونم همین بهتون بگم، که هرچند به معنای get off کردن و دست از سر کسی برداشتن هم معنی میده. مثلا میگه get off me، یعنی دست از سرم بردار بابا. اوکی پس این دوتا رو بنویسید، هم از ماشین یا از هر چیزی پیاده شدن و خارج شدن، هم به معنای دست از سر کسی برداشتن معنی میده، که اصلا اینجا این به دردمون نمیخوره. اوکی به درد نمیخوره. میرسیم به work off. بچه work off سه تا معنی براتون میگم، به معنای محدود کردن چیزی معنی میده، به معنای از شر چیزی خلاص شدن معنی میده، و گاهن به معنای انجام دادن هم معنی میده، که اینجا اصلا نیست برای ما. پس دیدی طراح در عین اینکه میخواست شما به سوالات جواب ندی با آوردن گزینه سه، و خیلی ها گزینه سه رو زدن، ولی دیدید که راحت میتونستیم متوجه بشیم که اگه take a vacation فقط معنیشو میدونستی، نه لزومن به معنی به تعطیلات رفتن، بابا معنی مرخصی کردنم، مرخصی گرفتنم معنی میده، شما به راحتی میتونستی همین گزینه رو بزنی و هر 5 تا تست رو این آب خوردن easy as pie، یعنی این آب خوردن بزنی، و خب به راحتی از حالا 70 تا سوال مثلا 65 تاش رو نگه داری و 5 تاشو درست زدی. چون به هر حال بچا اصطلاحات هر چقدرم کم باشه خیلی امید دهنده است و خوبه. سعی کنید منابعشو تموم کنید. خب بیاید روی اصطلاحات اول توی کنکور همه رو بزنید، خیلی درجه یک، خیلی خفن، انگیزه میگیری. شما 5 تا سوال رو همین الان مثلا درست زدی، به راحتی میری سراغ مثلا قسمت‌های بعدی. بچه های عزیز موفق باشید، منتظر تحلیل های دیگه باشید، پشت سر هم نمیذارم تقریبا، ولی قول میدم همشو آروم آروم براتون قرار بدم. گفتم توی ویدیو بعدی جواب گزینه ها رو هم آخر ویدیو براتون میذارم. موفق باشید و لایک و ساب لطفا یادتون نره. دمتون گرم.